نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی روز پنجشنبه 20 ذی‌الحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین، ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با چگونگی صادر کردن حکم توسط قاضی در صورتی که حکم واقعی را بداند فرمودند، اگر قاضی حکم واقعی را بداند نمیتواند به حکم ظاهری عمل کند و در کتب اصولی مانند کفایت الاصول متأخرین معتقدند که در چنین مواردی مسئله حکم مطرح نیست بلکه مسئله تنجیز و اعذار است. معظم الله در ادامه فرمودند در اینجا ما دو حکم یعنی حکم ظاهری و حکم واقعی نداریم و تعبیر حکم ظاهری در این شرایط مسامحه است و لذا انسان در عمل به آن معذور است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. در باب قضا حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند انما عقلی بینکم بالبینات والایمان. خدای عز و جل هم به حضرت داوود علیه السلام خطاب فرمود اطلب منهم البینه و اضفهم الى اسمی و حلفهم. این نه در جایی که میدونه این خلاف واقعه، نه اگه قاضی میدونه خلاف واقعه ولو بینه هست حق نداره حکم کنه، بلخ طبق واقع هم محل خلافه که حق داره حکم کنه یا نه. در معصومین چون وظیفه نبوده اون علم استثنائی که خدای عز و جل بهشون داده به اون عمل کنن، بنا نبوده. اما غیر معصوم اگه پیش قاضی دو نفر اومدن، این میگه خونه مال منه، اون میگه خونه مال منه، این دو تا شاهد عادل داره و قاضی میدونه این شاهد عادلن اما اشتباه کردن، میتونه حکم کنه؟ نه. اصلا حکم ظاهر یه حکم هست اون واقعه، وقت گاهی این بینه، این اصل عملی، این اماره میرسه به اون واقع، خب همون واقعه. گاهی به خلاف واقع میره، وقت معذر و منجزه. اصلا حکم نیست، دوتا حکم نیست.